به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در دیدار با حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، گفته است که این گروه در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی کند و به کسی هم اجازه نمی دهند در امور داخلی افغانستان مداخله کند. طبق اعلامیه طالبان، این دیدار روز شنبه در کابل صورت گرفته و دو طرف روی مسائل سیاسی، اقتصادی و همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف گفتگو کردند. ملا برادر در سخنان خود تصریح کرده است پس از دهه ها جنگ در افغانستان، اکنون یک نظام مستقل و واحد ایجاد شده که روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه گسترش یافته است. حسن کاظمی قمی در این دیدار گفته که جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ به عنوان همسایه خوب افغانستان باقی مانده و برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی دو کشور همواره تلاش کرده است. آقای قمی افزوده است که تهران علاقمند همکاری با افغانستان در بخش راه آهن و بخش‌های اقتصادی، زراعتی و صنعتی است. منابع در بلخ میگویند که ماموران ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان دست کم 6 مرد را در این ولایت به خاطر نواختن و شنیدن موسیقی بازداشت کردند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان این افراد را جمعه شب 10 استانبول در مربوطات ناحیه نوم شهر مزار شریف بازداشت کردند. طالبان نیز بازداشت این افراد را تایید کرده و گفتند که این افراد به دلیل نواختن و شنیدن موسیقی در یک محفل ختنه سوری بازداشت شدند. ریاست امر معروف و نهی از منکر طالبان افزوده است که تحقیقات از این افراد جریان دارد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که این بانک 13 میلیون دلار را به داوطلبی می‌گذارد. این بانک در صفحه اجتماعی اکس نوشته است که قرار از این مبلغ روز یکشنبه 12 استانبول به طور لیلام به فروش برسد. این بانک از تمام بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک کند. گفتنی است که پس از فروپاشی نظم جمهوریت، ارزش دلار در مقابل افغانی به شکل بی پیشینه افزایش یافت، اما پس از کمک های نقدی سازمان ملل متحد، به ویژه در یک هفته اخیر، ارزش دلار در برابر افغانی کاهش بی پیشینه یافته است. هدف از لیلام دلار از سوی بانک مرکزی حفظ ارزش افغانی در برابر دلار است که همیشه نوسان دارد. در حال حاضر بهای 1 دلار در بازار مبادله اسعار کابل 75 تا 77 افغانی گفته شده است. درگیری میان گروهی طالبان در تخار. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این درگیری جمعه شب میان طالبان پشتون تبار و تاجک تبار در روستای مسجد سفید دراهی در ولسوالی بهارک ولایت تخار رخ داده است. به گفته منابع در پی این رویداد دست کم 5 جنگجوی پشتون تبار طالبان کشته و 2 تن دیگر این گروه زخمی شدند. منابع انگیزه وقوع این درگیری را شدت گرفتن اختلافات درونی طالبان عنوان می کنند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. حمله بر پازگاه گروه طالبان در پروان. منابع محلی در استان پروان از حمله مسلحانه بر یک پازگاه گروه طالبان در این استان خبر می دهند. منابع محلی خبر دادند که این حمله حوالی ساعت 1:30 دقیقه جمعه شب در منطقه کجی حاجی ها مربوط شهرستان بگرام و استان پروان رخ داده است. هرچند منابع در مورد تلفات و عاملان این حمله چیزی نمی دانند، اما جبهه آزادی افغانستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. جبهه آزادی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در پی این حمله دست کم 2 جنگجوی گروه طالبان کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. بر اساس این اعلامیه در پی این درگیری یک واسطه نظامی نورنجر گروه طالبان نیز تخریب شده است. مسئولان محلی گروه طالبان در استان پروان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. درگیری خونین میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در بغلان. منابع محلی در بغلان میگویند که در پی یک درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در این ولایت یک طالب کشته و یک طالب دیگر زخمی شده است. منابع روز شنبه میگویند که این درگیری ناوقت شب گذشته در روستای چرخ و فلک ولسوالی خوست ولایت بغلان رخ داده است. به گفته منابع این درگیری در حال رخ داده است که طالبان برای نیروهای جبهه مقاومت ملی کمین افراز کرده بودند. منابع میگویند که نیروهای جبهه مقاومت پس از کشف محل کمین طالبان بر مسیر راه جنگجویان این گروه کمین افراز کرده و در نتیجه آن یک طالب را کشته و یک تن دیگر را زخمی کردند.
خبر ناگوار از آدرس گل آقا شیرزوی. او روی برگه فیسبوکش نگاشته است: پدر خواشنه سره خبر سم چه ده هلمند ولایت دیر معزز وطن پال جهادی او قومی شخصیت او ده هلمند پتمن ولس پخانه استاز محترم الحاج معلم میرولی خان همت دوار پس ناروغه لکبل پحق رسیده لیده. پداس حال که چه ده حاجی وکیل صاحب مرنه یو نجبران کون که زایب علم متوفا تا جنت الفردوس او کورنه دوستان و او ده هلمند شریف ولست اخپل ده تسلیت مراتب ورانده کوم او پده استرغم که زان شریک بولم انا لله و انا اله راجعون. پدرنخت الحاج محمد شفیق گل آقا شیرزی. و در پایان، اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود که اواخر هفته گذشته منتشر کرده گفته است که 840 هزار نفر از شهروندان افغانستان که برای دریافت ویزای ویژه مهاجرت به آمریکا یا اسایوی درخواست دادن هنوز در افغانستان به سر میبرند و منتظر نتیجه درخواست خود هستند. در گزارش سیگر آمده است که از زمان خروج آمریکا از افغانستان متقاضیان این برنامه به شدت افزایش یافته است. سیگر افزوده است که در ماه اکتبر سال 2021 شمار افرادی که برای دریافت ویزای مهاجرت با آمریکا درخواست داده بودند کمتر از 30,000 نفر بود، اما تا دسامبر 2022 این تعداد به 155,000 متقاضی افزایش یافت. در این گزارش همچنین آمده است که این ارقام شامل اعضای خانواده های متقاضیان نمی شود که در صورت پذیرش آنان نیز اجازه اسکان در آمریکا را دریافت خواهند کرد. سیگار نوشته است که بر اساس برآورد وزارت خارجه آمریکا تا ماه اپریل سال جاری میلادی بیش از 840 هزار از درخواست کنندگان ویزای مهاجرت و خانواده های آنان در افغانستان باقی ماندند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که همه کسانی که درخواست میدهند پذیرفتن نمیشوند و بیش از 50% از متقاضیان تا زمانی که درخواستشان به مراحل کلیدی بررسی نمیرسد واجد شرایط شناختن نمیشوند. این وزارت افزوده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از زمان آغاز به کار خود در جنوری 2021 تا ماه آگوست سال جاری میلادی 34 هزار ویزه مهاجرت به آن کشور صادر کرده است که افزایش قابل توجهی را نسبت به سالهای قبل نشان می‌دهد. سیگر گفته است که وزارت خارجه آمریکا اکنون کارمندان بیشتری را برای بررسی درخواست‌ها استخدام کرده و با پنتاگون نیز برای تایید کار درخواست کنندگان اما هنگ شده است. این در حالی است که پیش از این اسوسییتد پرس گزارش داده بود که بیش از 150 هزار نفر از افرادی که منتظر دریافت ویزای آمریکا هستند در پاکستان در برزخ بلا تکلیفی به سر میبرند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.